با سلام و درود به عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و خورم باش به روزگار به کامت. در صورت این پدیده آمریکا هر کارش بکنیم به شکل دیگه ظاهر میشه در سیمای داخلی ها، در سیمای به قول معروف خارجی ها، اشکال گوناگون حضور خودش رو در جامعه به ما تحمیل میکنه. خب اما نگاه آمریکا به کل جهان چجوری است و این کسانی که در ایران خواهان این هستن که در جبهه آمریکا قرار بگیرن چه از ایران میخوان؟ یه دیپلمات آمریکایی در مصاحبه که کرده مطرح کرده که قول معروف با اشاره به نمونه های تاریخی آلمان و ژاپن خواستار پاسخگویی روسیه شد با توجه به حاکمیت محدود این کشورها. هدف واقعی ایالات متحده آمریکا در درگیری اوکراین روشن شد، یعنی نگاه آمریکایی‌ها به هر کشوری از عربستان گرفته تا ایران گرفته تا کره جنوبی تا به قول معروف آلمان و ژاپن که ظاهرا معروف به متحدین آمریکا گرچه نوکرای آمریکا هستند، یعنی با این دیدگاهی که خود آمریکا تعیین میکنن روشن. فرستاده ویژه سابق آمریکا برای روابط با اوکراین و سفیر ناتو مصاحبه نسبتا مفصل با مؤسسه امریکن انترپرایز انستیتوت داره که نظرات جالبی رو بیان میکنه در مورد روسیه. این نگاهش اگر توجه بکنیم همون نگاهی است که دقیقا به ایران هم داشته، قبلا داشته، الان برخورد. پیام کلیدی حرفای او اینه: روسیه باید پاسخگو باشد، درست مثل آلمان و ژاپن. اگر ادامه بدیم ایران باید پاسخگو باشد مثل آلمان و ژاپن، دو کشوری که مورد علاقه آقای رفسنجانی که بودجه نظامی ندارن. ببین چقدر پیشرفت کردن، چقدر فرهنگ کردن. این سال بلافاصله مطرح میشه روسیه دقیقا به چی کسی باید پاسخ باشه، اما طور که ایران به چی کسی باید پاسخ باشه. منطقی است که برای پاسخ این سال باید به تاریخ نگاه کرد و دید چه کسانی میبایستی با آمریکا پاسخ خوب میبودن مثل آلمان و مثل ژاپن. چه اتفاقی در این دو کشور افتاد که به اصطلاح چیت بشن، پاسخ خوب بشن؟ آمریکا در زمان یلسین روسیه رو کاملا پاسخ خوب کرد، یعنی روسیه رو غارت کرد، یعنی 16 تن اورانیوم غنی شده شد همینطور سوار هواپیما کردن بردن و چیزهای بسیار زیاد دیگه. بیایید با آلمان شروع بکنیم. به گفته وزارت انرژی ایالات متحده آلمان در مارس 2023 به یکی از 5 خریدار بدتر گاز طبیعی مایع ایالات متحده تبدیل شد. چه چیزی اتفاق افتاد؟
یک نماینده پارلمان آلمان بوندستاگ میگه گاز طبیعی مایع آمریکا گرانتر و با کیفیت پایینتر از روسی است. به یک مشکل بزرگ برای صنعت آلمان تبدیل شد. او بیان میکنه که پس از منفجر شدن خط لوله نورد استریم دیگر هیچ گزینه برای برلین برای خرید گاز ارزان وجود ندارد. علاوه بر این پایگاه نظامی آمریکا بیش از 40,000 پرسنل نظامی آمریکا را به طور دائم در اینجا مستقر هستند. هزینه نگهداری آنها سالانه 760 میلیون روبل. خب زمان شاه آقای به قول من چیز اصلاح طلب آقای روحانی چی آقای برجامی آقای فلان زمان شاه که خیلی خوب بود، ما در حدود 50,000 میگم مستشار آمریکایی در ایران. در یکی از سخنرانی های شاه گفته بود که 2.5 میلیارد دلار هزینه این هست حقوقشون میده. خب دیگه چرا انقلاب کردی که میخوای برگردی؟ آرزو دیدن که مستشارهای آمریکایی مثل آلمان مثل ژاپن مثل در کشور وجود داشتن که تعداد پایگاه و مراکز ایالات متحده در ژاپن که تحت حاکمیت ژاپن نیستند حدود 150 پایگاه است. تنها در اوکیناوا 0.6% از خاک ژاپن را در اشغال خودشون دارند. در مجموع بیش از 50,000 پرسنل نظامی ایالات متحده و بیش از 52,000 اعضای خانوادهشون هستن در ژاپن زندگی میکنن. نگهداری از اونها برای ژاپن 9.29 میلیارد به اصطلاح در بحث خرج برد. بنابراین هدف واقعی آمریکا چینه، نه آزادی و نه دموکراسی اوکراین، بلکه تسلط کامل ایالات متحده آمریکا بر اوکراین و پایگاهی بشه برای تسلط بر روسیه. و شما می توانید مطمئن باشید که ایالات متحده برای این هدف تا آخرین اوکراینی رو بکشتن می ده. چرا اینا نمونه‌ای است که دو کشوری است که آرزوی رفسنجانی بود مثل اینا باشه. الان صنعت زدایی از آلمان داره میشه به دستور آمریکا. یعنی وضعیتی برای آلمان درست کردن که به اصطلاح چاق و فربه شده صنایعش رو برمیداره از خود آلمان فرار میکنه. این وضعیت رو تو آرزو میکردی مثل آلمان و ژاپن بودجه نظامی نداشته باشین مثل عربستان امنیتش تابع آمریکا باشه و گاو شیرده محسوب بشه. حالا عربا هم فهمیدن این مطلب، اینا خود دیگه عربستان میخواد گاو شیرده نباشه، ولی آلمان نمیتونه، یعنی که پایگاه نظامی آمریکا اینجا عملا آلمان اشغال شده است. ژاپن نمیتونه اگرم بخواد، یعنی که با
پایگاه نظامی آمریکا و نیروهای آمریکایی مسلطن بر اونجا. یعنی کسی که امنیتش رو به اصطلاح گرو میذاره به خارجی، این وضعیت هم برش وجود میاد. حالا چرا این مسئله اهمیت پیدا کرد؟ خب مثلا برخورد بکنیم با این قضیه، میبینیم که مثلا آمریکا به قول معروف این طرفدارای آمریکا به شدت در سطوح بالا مثلا فعال شدن در ایران، اقدامات متعددی رو انجام میدن، به خصوص بعد از این موضع‌گیری آمریکا دارن گرا میدن به آمریکایی‌ها در سطوح بالا که این سگه کمربندی که بستی میخواییم ببندیم در روسیه، این از اون سگه کمربند از ایران میگذره. بهترین کار الان سازش با ایرانه. اینا اسم کلمه سازش به کار میبرن، ولی در حقیقت تسلیم ایران، تسلیمی با احترام به صورت برجامی، به صورت قراردادی. نخستین تشکیل سمینار به اصطلاح بین المللی سیاست خارجی در اصفهان در که خروجی آن انتشار نامه با امضای 75 دیپلمات بوده، دیپلمات سابق یا فلان، که دفاع کردن از رابطه متوازن با شرق و غرب، در واقع تسلیم خواست آمریکا برای دوری از روسیه و تبدیل شدن به سوراخ کمربند معاصره روسیه. مقاله مهم و جامعه علی اکبر ولایتی در همین راستاست. در صورت گرچه به اصطلاح خیلی مؤدبانه برخورد، اما سخنرانی ظریف وزیر خارجه روحانی که در اون یه تلنگری با آمریکا میزنه به اصطلاح و دو لگد روی سینه روسیه میزنه و زیر جورکی از متحدین متحد شدن با آمریکا دفاع میکنه، اما عباس عراقچی دیگه اون ظرافت هم نداره و به اصطلاح می‌نویسه برخی اوقات بیشه امنیتی سازی علیه که یک کشور اجرا میشه و بعد به گونه ادراک نخبگان و مسئولین رو به صورت مردم دستکاری میکنن و در تله امنیتی سازی میفتن. یعنی همون صحبت ظریف رو این باز میکنن بعضی، یعنی خودتان کاری میکنی که در جهت اهداف امنیتی سازان باشه، اونه دیپلماسی امنیتی سازان هم اونه که روایتی که از یک کشور دیگر عنوان تایید امنیتی ارائه میدن. عراقچی سعی کرده هنر دیپلماتیک رو به اصطلاح حفظترنش رو در یک جعبه در بسته ارائه بکنه که عاقل بفهمه و مردم هم از این گوش بگیرن، از این گوش در بکن. اما صدای تنور این اپرات در را علی اکبر صالحی وزیر خارجه احمدی‌نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح میکنه. او که تا چند ماه پیش در خطابی غیر مستقیم آمریکا را دعوت مناسبات و همکاری با ایران کرده بود، گفته بود ایران آخرین سوراخ کمربند معاصر روسیه است. در مصاحبه گفته که
در آغاز گفتگوی سیاسی با آمریکا مناسب ترین راه باقی مانده آن است که نخبگان در این باره باید تبادل نظر. ما تا کنون یک مذاکره گسترده و وسیع و در برگیرنده ابعاد مختلف با آمریکا نداشتیم. همون چیزی که برجام 1 و 2 و 3 و 4 همش رو مذاکره بذاریم. اکنون با توجه به مجموعه شرایط منطقه و بین المللی فرصت خوبی است، فرصت مناسبی است برای مذاکره گسترده. این شرایط چیه؟ آمریکا درگیر اوکراین، اروپا درگیر جنگ اوکراین. دیگه شرایط مناسبی است. یعنی خلاصه روسیه بی روسیه، چین بی چین، و حق هم دارن روسیه و چین با شک و تردید به ایران نگاه کنم، چون که دولت مردان از این دست به ایران پره. سالهی همان نظریه آخرین سوراخ کمربند معاصر روسیه رو با سرعت بیشتری بیان کرد. این بار خطاب به نخبگان گفت، منظورش نخبگان به صلاح رهبر انقلاب و فرماندهان سپاه است. او با سرعت اشاره به شرایط منطقه و شرایط جهانی کرد و این شرایط منطقه و شرایط جهانی همان جنگ اوکراین و تقسیم جهان به دو جبهه شرق و غرب. ساله پیشنهاد میکنه که طرف جبهه غرب رو بگیریم و از آمریکا برای گرفتن در جبهه ناتو امتیاز بخواهیم. یعنی این مجموعه گسترده از سیاستمداران ایرانی خلاصه دل به نوکری آمریکا بستن. یعنی هیچ راهش کارش هم نمیشه بکنه. اینا این که آقای خودشون میشن در یه قطبی قرار بگیره ایران، ایران به اصطلاح همتراز با روسیه و چین محور تغییرات جهانی بشه و این نه اراده شلات دارن، نه به قول معروف جربزش دارن و نه اون خلاصه میخوان تو این جبهه غرب باقی مونه. اما از یک رویداد مهر رول دیگر باید یاد کنیم، آن کمال خراسیه که خیلی ها از طرفداران رژیم حتی چیز کردن، او را کشیدن که مشت محکمی دهن روسیه کوبیده. ایشون رئیس شورای سیاست خارجی با سفیران ژاپن در تهران، با سفیر ژاپن در تهران گفتگو کرد. این دیدار در اوج جنجال بر سر شورای خلیج فارس و مالکیت سه جزیره خلیج فارس بوده که درگیری یا اختلاف افتاده. خرازی با اشاره به اختلاف ژاپن و روسیه بر سر سه جزیره مجموعه جزایر به اصطلاح که مورد اختلافشون است در آبای ژاپن، ادعای خودش رو اینجوری بیان کرد: این جزیره که به اصطلاح مورد اختلاف است، روسیه خارجی خواست به روسیه بگویه که زدی ضربه نوش کن. اما از حول عدیم تو دیگ افتاد و به سلال خب روسی هم همینه گفته که اختلافتون توی چیز حل کنیم، برین به سلال از استقبال ما میکنیم از راه حل مسالمت آمیز و کانالهای بین المللی. عملا نظر خود درباره سه جزیره که در بیانیه شورای خلیج فارس مطرح شد پس گرفت و ماجرا در یک چارچوب مهم دو کشور که آمریکا عمیقا به آن مخالفت حل شد. این آشفته بازاری که به سیاست خارجی ایران حاکمه و روسیه
و چین با رسد همین آشفتگی و چند نظری که مطبوعات ایران به صورت بیمارگونه بر جسش میکنن، رابرد نگاه به شرق سوی ایران مورد تردید واقع میشه. خلاصه این مسئله است که گرچه آقای عبداللهیان با لاوروف وزیر خارجه روسیه نشستن و نشست خوبی هم داشتن و خلاصه مسئله کشور رو حل کردن که اونا در بیانیه مشترکشون مسئله رو به اصطلاح با ایران حل کردن که روسیه و با قدرت از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنه. در این شرایطی که میبینیم که مملکت اسیر مسئله حجاب شده و سه جزیره برای روسی دیزی و سفارایی هایی که در خلیج فارس آمریکایی ها دارن ناوگانشون میارن، ناو و هواپیماهاشون میارن و آرایش از وضعیت خطرناکی رو رقم میزن، F-16 و F-35 همینا وارد گود شده در این شرایطی که اینجوری است. این روسیتیزی این مجموعه مطبوعات ایران به شکلی نگران کننده حوادثی رو به اصطلاح چیز میکنه. یعنی هیچ کدوم از اینا تو هم بین که مسئله آذربایجان، کردستان، بلوچستان و اینجا هم به اصطلاح ابعاد خاص خودش رو داره. تو هم بین که اگر بخوایم در نظر بگیریم میبینیم که به قول معروف همینجا قطع نمیشه. توریسین اصلاح طلبان جاریان در مورد بسه توریزه کرده وضعیت موجود کنونی رو و مقایسه کرده که درست در فرانسه به اصطلاح چیز از آشوب است فلان، ولی رژیم در فرانسه مقتدر و محکمه. چه زمانی باید نظام رو ناتمام نظام بخوانیم؟ یعنی درباره لحظه تأمل کنیم که ساختار به قدر استعمال پیدا کرده که نه تنها افزان واجب بلکه اوجب واجبات نماشه، بلکه اسقاط آن واجب است. نگید کجا باید برسیم. مثال میزنه، مثال های مختلفی میزنه از این نظر و اینجوری توضیح میکنه که برای این سازه فارغ از دامی که بان بگذاریم بر مسائل شکلی کار کرده به اصطلاح مختلفی میتونه داشته باشه. در واقع قدرت دوگانه شده، یعنی قدرت دوگانه و حاکمیت دوگانه میگه عملا در ایران هست و در واقعیت قدرت دوگانه و وضعیتی خطرناک را به بار میاره، چرا که قدرت دوگانه به تعبیر هابز مانند انسان دوستر است که اگر بتواند زنده میماند دچار کشمش دامی خواهد شد و اون میگه که الان در ایران حاکمیت دوگانه وجود داره، یعنی یک حاکمیت رسمی که وجود داره، یک حاکمیت در سایه و یا همون چیزی که به نام اصلاح طلبان و رفسنجانی چیا و این یه سر دارن، اونا یه سر دارن. نقطه که نظام از کار کرده سیستم خودش باز میمونه. وضعیت دیگر فرسودگیه که دارن نهادهای اصلی نظام ناکار کرد میشن. میدانیم که برای سیستم 4 وظیفه اصلی برشمرده میشه.
هر جامعه که اگر بخواد پویا بمونه باید چهار ویژگی مهم داشته باشه: انطباق و سازگاری، وظیفه که وظیفه نهاد اقتصادیه که میگه انطباق و سازگاریش از دست داده، دستیابی به هدف که وظیفه نهاد سیاسیه که همونطور که مطبوعاتشون هر حرکتی رو دولت انجام میده، مثلا سفر به آفریقاش مثلا به تمسخر میگن، سفر به آمریکا لاتینیشون، یا هر گامی در سیاست خودش برمیداره، اینها به سخره میگیرن. دستیابی به هدف وظیفه نهاد سیاسته. یک پارچگی وظیفه نهاد حقوقی و نهاد دین و مذهبه که اینا میگه از کار افتاده. حفظ الگوهای که نظام نتونه خودش رو با دنیا سازگار کنه، یعنی تسلیم آمریکا نتونه بشه، طبعا قادر به نیل به اهدافش نیست. با اینها با اضافه کنید که زمانی که همبستگی به گسستگی بیانجامه، یعنی همبستگی داخلی به گسستگی انجامیده، الان مردم دائما در حال نزاع با یکدیگر هستند. در چنین وضعیتی می توان از فرسودگی سخن گفت، هرچند به واسطه هنگاسا شدن ساختار قدرت ممکنه ظاهرا بمونه. او یادداشت خودش رو به اصطلاح این گونه با پایین میبره: عنوان مهمترین وجه دست کم به رقم نگارنده میان ملت و دولت شکافی غیر قابل ترمیم وجود آمده. دولت تمام ظرفیتش رو کار بسته اما نمیتونه خوفن یا رجا خوف و رجا را با دستگاه ایدئولوژیش جذب مدیریت کنه. این در این صورت لاجرم عنصر زور باقی مونه، یعنی از اقتدار به قدرت گذر میکنه و آنگاه ممکن است لحظات فروپاشی اتفاق بیفته. و این اظهار نظرم ایدئولوژیشون بسیار بیان کرده، یعنی از اوور دیپلماتاش، از اوور دولتمندهای سابقش، چین تصویر رو از جامعه ارائه میدن. و این اظهارات شاید در ذهن کسانی که موجب این تداعی شده که جمهوری اسلامی نیز دچار یکی از بلایای مورد اشاره جریان، چه بسا در لحظه فرو بپاشه. و طوری فرو پاشیدن از درون که عملا در خارج الان به این تز رفتن و اون اقدامات جنجال برافکنشون و اون کارهایی که کردن که در تاریخ ایران بی سابقه بود، از فحاشی گرفته تا به قول معروف آدم کشی و امثال هم. و اینجاست که اون چیز انجام نشد، ولی دوباره برای حضور مستمر در روسه جا در خیابان اینا اینجا فیلم میکنن. یعنی مجموعه اون مسئله که شخصیت های به قول معروف برجسته نظام در رژیم گذشته به خود سامینا بودن، به اون شکل حرکت میکنن. اون در کردستان، بلوچستان و جای دیگه به این شکل، و در داخل هم به اصطلاح جنبش دانشجویی، جنبش مبارزه با چیز به قول معروف ایام عاشورا و تاسوعا به شکل دیگه. این مجموعه وضعیتی وجود داره که تحلیل غلط با ذهن مردم میتونه چه اتفاقاتی رو رقم بزنه. در صورت این مجموعه رو من در نظر گرفتم که خدمت عزیزان عرض کنم، و امیدوارم آقای علیرضا سلیمانی هم بقیه کارها رو تکمیل بکنه و مثل اوضاع
با کمک هم پیش بریم. و در ضمن دوستان اگر پیشنهادی دارن برای پیش برد کار، چون من احساس میکنم که در صورت این اتاق یا این سایت یا این برنامه از نظر برخی ها شاید خوب نباشه، شاید این نظریه را در من تقویت کنه که وقتی که حرفی برای گفتن نیست خب تعطیلش کنید. و من احساس میکنم که عدم استقبال که وجود داره این ذهنیت رو برای منم تقویت میکنه که علی رغم که من فکر میکنم تو این شرایط به هیچ وجه نباید سنگه رو خالی کرد و باید با تمام قدرت تا توان که در انسان هست باید احساس مسئولیت کنه. و این احساس مسئولیت باعث میشه که من کار رو ادامه بدم، وگرنه وضع جسمانی من وضع مشکلات بیماری من طوری است که به من انگیزه میده که پروسه کمتر به مسائل بپردازم و پروسه این وضعیت من توش گیر کردم. در صورت آقای سلیمانی عزیز بفرمایید کمک من برسید. سلام سلام، به نام خدا. امروز یک شنبه یک مرداد 1402، 23 ژوئیه 2023 و 5 محرم 1445 به تمام عزاداران سردار و سربار و سالار شهیدان تسلیت عرض میکنم این محرم رو، و شروع میکنیم برنامه رو با مشکلاتی که در کشور هست و در منطقه ما داریم و این مشکلاتی که میبینیم. این آمریکا خودش میدونه ضعیف شده و در حالت رکود و افول شدیده. وقتی که وزیر دفاع آمریکا رو چین قبول نمیکنه، نه وزیر دفاع ببینش نه رئیس جمهور چین ببینش، اینا کیسینجر رو، کسی که رفت با چین روابط سیاسی اقتصادی و همه چی رو شروع کرد، یعنی بنیانگذارش بود، و میارن تو کار و میفرستن چین. اول با وزیر دفاع چین صحبت میکنه که تنش زدایی بکنه. خب ما که نمیدونیم برنامه چی بوده، از گفتارشون هم که حرفی در نیمده. بعد میره با وزیر با بعد میره با رئیس جمهور چین سخنرانی با هم صحبت میکنن، یه 2 ساعتی مذاکره میکنن. 2 ساعت نمیتونستی باشی که مثلا شما 5 دقیقه بری با یکی سلام علیک کنی بیای بیرون. بعد میره حرفای مهمی بوده. این خودش نشون میده که یکی از مسائلی که میگن گفته شده تو این برنامه این بوده که خواستن از چین اینو چندین متخصص امور نظامی چین و آمریکا که نظامی سابق آمریکان تو برنامه‌شون میگن که از چین خواستن که به روسیه کمک نظامی نکنه، چون دیگه کسی شک نداره که چین داره با آتش توپخانه روزی 20 تا 60 هزار شلیک توپ توپخانه 152 میلیمتری که بتونه روسیه به تنهایی بتونه از پس این برای 1.5 سال بر بیاد، ممکنه کم بوده ای داشته باشه، و چین داره این کار رو میکنه. کره شمالی کرده، ایران هم که بهشون پهپاد داده و از ایران هم شدیداً وحشت دارن و در مذاکرات عمان و قطر هم گفتن که ایران به موشکای بولستیک دیگه نده به روسیه. حالا همین شاهدا و پهپادا رو کم بکنه بهتر یا نده، ولی اصلا سراغ این نره که ما مثلا فشار بیشتر میکنه. این فشار بیشتر هم من فکر کنم یکیش همین که لشکرکشی قشونکشی جدید آمریکا با چند ناوچه که وارد میخوان خلیج فارس بشن،
اول گفتن فقط F-16 میاریم، حالا میگن F-35 هم میاریم، چون آبروریزی که واسه اینا شده 800 هزار بشکه نفت ایران در کشتی در تگزاس گشتن، دو ماهیش نمیخره. هر شرکت آمریکایی میارن بهش میگن بخر، $30 هم زیر قیمت جهانی بخر، میگه من نمیخرم چون من باید برم تو خلیج فارس، من شرکت شورانم، من شرکت مثلا اکسون موبیلم، باید برم تو خلیج فارس نفت بیارم یا با اونا معامله کنم، ایران یخه ما رو میگیره، پس برای ما صرف میکنه. حالا آمریکا اومده چنگ و دندون نشون میده، میگه من خلیج فارس امن میکنم، هر نفتی از ایران بگیرم اگه ایران با ما کنار نیاد، هر نفتی از ایران بگیرم میارم اینجا میفروشم، شما با خیال راحت بخریم. خب فعلا که نمیتونم. و بعدم در خلیج فارس جایی نیست که آمریکا پشتوانه کامل داشته باشه. بله 5 تا 6 تا پایگاه داره در خلیج فارس، در قطر داره، در بحرین داره، در عربستان داره، در عمان داره، در کویت داره، ولی این پایگاه ها پایگاه خانگی نیستن، اینا اصل خود آمریکا نیستن و به خاطر موشکای برد موشکای ایرانی وسایل اصلیشو نمیاره تو خلیج فارس، دست بخوره ضربه بهش بخوره و آبروریزی بشه. پس اینه که تنها چیزی که آمریکاش مونده همین ستون پنجم داخلیه. هی ایجاد وحشت کنن تو مردم که آمریکا میاد اینطوری میکنه، آمریکا میاد اونطوری میکنه، بترسیم. ما دیگه سلاح ما لازم نداریم. قرن 21مه. ببینین آلمان و ژاپن سلاح نداشتن. ببینین ما نباید اصلا با تو سوریه دخالت کنیم، نباید تو عراق دخالت کنیم، نباید تو لبنان، نباید تو یمن. از به قول شما اگه بخواد اصل موشک نیست، اصل گفتمانه. عجب احمقه. نه. و ببین اینا نمیدونن، یا خودشون دادن به خریه، یا واقعا در ظاهر و باطن عمال آمریکا هستن برای اینکه هژمونیش تا ابد بمونه. هر ایرانی برای اینکه 44 سال تحریم، فشار و تمام این چیزایی که به سرش اومده، جنایتکارانه ترین اعمال آمریکا بر سر مردم ایران کرده، قطعات هواپیمای غیر نظامی که همه دنیا امضا میکنن وقتی این هواپیما میفروشن، تا آخرین روزی که این هواپیما در خدمت داره کار میکنه باید قطعاتی یدکی روش بفروشی، به ایران نمیفروشن. چندین صانعه هوایی ما داشتیم، این همه مردم ما رو به کشتن دادن، غیر از هواپیما رو که تو خلیج فارس انداختن با 290 نفر شهید کردن، تمام اینایی که وایستادن و هنوز میگن بریم پشت آمریکا، چه صالحی باشه، چه حجاریان باشه، چه هر احمقی دیگه باشه، اینا میخوان اون هژمونی و تک قطبی بودن دنیا رو که دست آمریکاست بمونه، ایران همیشه یک کشور تو سری خور بمونه. پس اینا ایرانی نیستن و من دیگه باور ندارم. تا یک موقعی من باور داشتم که اینا واقعا شاید مثلا درک خوبی ندارن، الان فهمیدم که نه، یا به زر یا به عقل نابود شده خریداری شدن توسط آمریکا. اینا هیچ موقع باور نمیکنن، براشون کابوسه که یه روزی این دنیای تک قطبی از بین بره و آمریکا دیگه تنها زورگو عالم نباشه. ممکنه 4 تا دیگه زورگو هم بمونن برای به نفع ما، هست بس به جون هم بیافتن ما یه نفسی بکشیم. همش ناراحتیشونه که نکنه این هژمونی آمریکا از بین بره. حجاریان با این بدن رنجور شب تا صبح بلند میشه، کابوس میبینه که یه روزی نباشه فقط آمریکا اول قدرت نمونه، روسیه و چین هم به حرفی برای گفتن داشته باشن. هی مرتب بگیم جنسای چینی بنجله، بعد 350 میلیارد دلار در سال آمریکا پس بنجل میخره. چه احمقای این آمریکایی‌ها که 350 میلیارد دلار جنس بنجل میخره. ما میبینیم تو بزرگترین فروشگاه‌های آمریکا که 3000 شعبه داره به اسم والمارت و سمس کلاب و اینا، جنس غیر چینی پیدا نمی‌کنیم بخریم. اصلا آره هست چند تا پیرنه بنگلادشی اینا هستن، ولی خب کلا من نمیدونم این مشکل چیه که همش اینا وحشت دارن. هر ایرانی وطن دوست با شرفی باید صبح تا شب دعا کنه، هر دعایی بلده،
هر گفتاری بلده، هر عملی بلده که دنیای تک قطبی پایان یابد تا ما بتونیم نفس بکشیم. و یه عده نمیخوان اینو بفهمن که بابا دنیا تنها روزی که شما این کت خدا رو از سر راهت برداری و دیگه نباشه، شما نمیتونی کار دیگه بکنی. و نشستن از صبح شد که نکنه این کت خدا از بین بره. تو آمریکا این هجرانیان ها قشنگ این آدم ها. تو آمریکا وقتی برده ها آزاد شدن، برده ها تو ایالت جنوبی آزاد شدن، یه عدهشون ما چیکار کنیم حالا؟ ما از صبح تا شب برده بودیم، تو سرمون میزدن، ولی یکی اون جا میداده، قضا میده، حالا بریم کجا تو آزاد شیم، حالا بریم کجا چیکار کنیم؟ اینا هم همینه. انقدر اینا برده های مغزی هستن، مغزای پوسیدشون، که فکر میکنن تا اول باید برده بمونن و نمیتونین جلو برن. چرا نمیتونین جلو برن؟ همین بعد اینکه سیاها آزاد شدن، چقدر سیاهان آمریکا به خاطر اینکه اونایی که اومدن شمال در ایالت شمالی کسی قبولشون نمیکرد رفتن روسیه. ده ها هزار سیاه آمریکایی رفتن تو روسیه زندگی کردن، هنوز هم اونجا. پس اینا فهمیدن که آزادی چیه. این بعدهایی تو ایران که خودشون روشن فکر و روزنامه های همش طرفدار غرب و فکر میکنن این سیستمی که غرب درست کرده تا ابد پایداره. خب اگه اینطوری بود چرا بریتانیا بین رفت؟ مگه بریتانیا امپراتوری نبود؟ چی شد بین رفت؟ بخاطر اینکه زیاده خواهی کرد. وقتی زیاده خواهی کرد جلوت میان وامیستن، چند تا قدرت دیگه وامیستن از بین میری. حالا اینه، از 6 ماه قبل متخصصین نظامی غربی و شرقی گفتن که ناتو به حمایت همه جانبه از اوکراین ادامه میدهد تا در شکست احتمالی بسیار محتمل اوکراین بگوید ما این کار کردیم که روسیه رو تضعیف کنیم که فردا سراغ کشورهای دیگه اروپایی نیاد و ما اصلا میدونستیم اوکراین برد نداره. اینو بعدا خواهند گفت، حالا نگفتن، ولی این متخصصین نمیگن. در همین مدت از همین 6-7 ماه پیش انسانهای خیلی شریف و متخصص مثل اسکات ریتر، مثل مگرگور، اینا همه دارن میگن که روسیه دومین شهر بزرگ اوکراین که 90% روس زبان هستن و در شمال شرقیه به نام خارکوف و در جنوب غربی شهر مهم و بندر اودسا رو روسیه خواهد گرفت تا اوکراین به کشور محصور در خاک تبدیل بشه و اگر این دو شهر رو بگیره شرق رود دنیپر رو دیگه هرگز پس نمیده. به همون قسمتی که به عنوان نوروسیا، روسیه جدید شناخته شده است، شناخته شده بوده، این در دست چیز میمونه، در دست روسیه میمونه. خاتمی و اینا میگن که روسیه که حمله کرده یک جنایت کرده، حمله کرده به یک کشور مستقل. نه آقا جون اینطوری نبوده. شما داستان آقای خاتمی یا برعکس نمیدی یا با نشست و برخاستات با سوروس یه مشکلاتی واسه ایجاد کرده. روسیه اومده از خاکی که خاک خودش بوده تا 1990 تا 1991 و خودش اینو گذاشته بوده تو اوکراین برای اینکه بتونه به جمهوری اوکراین شوروی کنترل داشته باشه، اونو پس بگیره. چون مردمش روسن نمیخوان با اوکراین بمونن که اکثرا لهستانی هستن، نازی ها حکومت میکنن برش و میخواد این مردم خودشو نجات بده. این ایرادی نداره، این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که شما فکر میکنید. به هر صورت روسیه 100,000 نیرو اونجا آماده کرده در خاک خودش که خیلی نزدیک به خارکوف، سر مرزن و بین چند صد تانک تا 1,000 تانک که جدید که در همین یک سال ساخته شده آرایش داده و آماده سازی داره میکنه که اگر آخرین مذاکراتش با ناتو اصلا مذاکراتی بشه نشه، حمله کنه و خارکوف رو بگیره و خارکوف رو از این طرف و اودسا رو از جنوب داره مرتب الان بمباران میکنه. اودسا، مردم اودسا خودشون دارن نقاط مهم رو به ارتش روسیه میگن، چون همه روسن. من خودم اونجا بودم،
همه روس اصلا اوکراین قبول ندارن و خوشحالی دارن میکنن از بمباران با انبار نظامی اوکراین دارن خوشحالی میکنن تو شهر، هلهله و بلبله افتاده که زودتر بیان بگیریم ما آزاد شیم، ولی یه عده تو ایران خب اینطوری فکر میکنن. بعد دروغایی که تو ایران میان به مردم میگن، میگن ایران مخارج شدیدی در لبنان، سوریه، عراق و این کشورها کرد. آمریکا میگه اینا رو سازمان سیا لیستایی که داده، کل مخارج نظامی داخل ایران بین 6 تا 7 میلیارد دلار در ساله، با مخارج نظامی خارجیش 13 میلیارد دلار بیشتر نمیشه. یعنی ایران سال 6 میلیارد، 7 میلیارد، 5 میلیارد در 4 5 کشور دیگه خرج از میکنه که قطر، امنیت ایران حفظ کنه. از قطر و امارات و عربستان و همه اینا 60 70 میلیارد نردشون. میگم کلا ایران با خودش و تمام این نیابتی ها که اینا میگن سوریه، عراق، اینا 5 6 میلیارد دلار در سال. انقدر اینا دروغ تو ایران انداختن که ایرانی ها که رفته بودن فوتبال بازی میکردن، مسابقه فوتبال تو کربلا بود، گفتن عراقی ها با ما بد رفتاری کردن، این استادیوم ما درست کرد، استادیوم عربستان درست کرده. عربستانی که میاد تو محل شیعه، مهمترین شهر شیعه پایگاه میزنه، مخارج میکنه برای اینکه قلب و روح اون عراقی رو برای خود طرف خوش بیاره. ایرانی اگه یه دلار ما ایران بریم اونجا خرج کنیم، داد و فریاد که چی شد حکومت ایران رفته تو عراق ورزشگاه زده. ورزشگاه کاملا ساخته عربستانه، تمام مخارج تا یک پنی آخرش عربستان داده. و اینا میان چیکار میکنن؟ میان این چیزو چیز میگن، برعکس اینو توضیح میدن. پس از این مشکلاتی که سر اعلام این سه جزایر از طرف روسیه شد، روسیه اومد برای که دهن یه در تو ایران ببنده، پوتین و اینا گفته بودن که ما سوخوی 35 رو میدیم، ولی 30 سال خدمات و قطعات ساخت داخل ایران و نگهداری در ایران الان نمیتونیم امضا کنیم. قبلا میگفتن چون که ما چیز نداریم، یعنی حالت جنگیم خودمون موقعیتی نداریم که بیام تونیم اون کار رو کنیم، ولی پوتین این هفته امضا کرد که از این هفته شروع کنن تا آخر سال این سوخوی رو به ایران بدن و تمام اون نگهداری و پشتیبانیش در ایران انجام بشه. پس این خیلی خبر خوب. در روزنامه های غربی و شرقی، سایت های مختلف از حملات روزانه شدید نیروهای ارتش سوریه، ارتش روسیه و ایران به پایگاه های آمریکا در کنار رود فرات خبر میدن. این حملات روزانه است و عزمشون رو جذب کردن که آمریکا رو کلا از سوریه اخراج کنن. تا حالا همچین چیزی نبوده. برای اولین بارم آمریکا بعد از اینکه کیسینجر برگشت، اومد گفت چین و قرقیزستان به روسیه دارن کمک‌های نظامی تسلیحاتی میکنن. چندین شرکت چینی و قرقیز رو تحریم کرده آمریکا. که اینا اومدن چیز میکنن. در خبر دیگه، آمریکا با پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی معوق عراق به ایران موافقت کرده، چون در غیر این صورت ایران گاز صادراتیش رو به عراق متوقف کرده بود یه چند روزی و حالا دوباره راه انداخته، که این باعث میشه که عراق نتونه برق تولید کنه. و عراق که 28 مگاوات در روز بیشتر برق تولید نمیکنه، که زیر یه چهارم ایرانه، هنوزم برق خیلی کم داره، ولی اگه گاز ایران بهش نرسه خیلی مشکلاتش سخته. در یک خبر خیلی مهم دیگه، ایران با بولیوی تفاهم نامه روابط نظامی راهبردی امضا کردن که قدرت بازدارندگی برای بولیوی به ایران ایجاد میکنن و در رابطه با مشکلات مرزی مواد مخدر. خب این بولیوی که آمریکا مرتبا میگه در آمریکا جنوبی، کلمبیا،
دیگه بولیوی اینا با حزب الله از طریق ایران مواد میفروشن، خود این بولیوی اومده با ایران این تفاهمنامه نظامی رو امضا کرده که نه بابا این سازمان سیاست که میاد اینجا هم میفروشه هم میخره این مواد رو و مشکل برای ما درست میکنه. ما میخوایم ایران اینا بیا ما کمک کنن این مواد اینجا در آمریکا لاتین به فروش نرسه. پس این مشکل خود چیزاست. بعد در مورد قرارداد صادرات قله اوکراین از دریای سیاه، روسیه این هفته این قرارداد لغو کرد. یعنی قرارداد هر سه ماه بود، سه ماهش که تموم شد لغو کرد. چرا روسیه لغو کرد؟ روسیه میگه به سه دلیل. اول اینکه ناتو و غرب نه اجازه صادرات قله روسیه رو از طریق دریای سیاه میدن و فقط به اوکراین اجازه صادرات میدن با کمک سویفت و غیره. و دوما به گفته روزنامه‌های غربی و شرقی و حتی هندی، پروشات هم یه مقاله نوشته بود، 95% این قله‌ها به اروپا میره، به باغ، نه به جهان سوم جنگل که نیازمند آن است. و چندین گزارش نشون داده که اصلا این قله‌ها به مصر رو، مصر هم گفته اصلا ما دریافتی ها قله دریافت نمی کنیم. اینا میگن این قله ها رو دارن اونجا میارن دنیای مثلا چیز اب بین نره. در ضمن خط لوله صادرات کود شیمیایی مایع نیترات که متعلق به روسیه و دریای سیاه بود میکرده اوکراین و ناتو نابود کردن. خب شما میای اون کود شیمیایی که هر یه دونه گندم میکنه 1200 تا اونو اب بین بردی، نابود کردی، نمیذاری ما صادر کنی. و میاد چی میگی؟ میاد میگی که روسیه نمیذاره قله به کشورهای چیز برسه، کشورهای مثلا بدبخت و فقیر و این مشکلات. هر کشوری که سیستم دموکراتیک غربی نداره، آمریکایی ها میان میگن انتخابات اینطوری نبوده، انتخابات آزاد نبوده. مثلا در آمریکا انتخابات خیلی آزاده. یک گروه شرکت های ابرقدرت میرن، ابرقول میرن پشت یه نفر، یه شرکت های دیگه میرن پشت یه نفر، هیچ فرقی هم با هم نمی کنن. در آخرش مثلا تمام همجنسگرایان، تمام مهاجرین، تمام فقرا اینا میان مثلا به دموکرات رای میدن، اونای دیگه تمام کسایی که میخوان امنیت ملیشون قوی باشه، مرزهاشون مثلا مستحکم باشه، اینا میرن به جمهوری‌خواه رای میدن. در هر صورت این پنج گروهی که چندین بار گفتم فقط از این برنامه مستفیض میشن، هیچ فرقی نمیکنه کی تو قدرت باشه. در کشورهای دیگه که میگن انتخابات دموکراتیک باشه، چون نمیخوان مثلا یه ارتش قوی داشته باشه که از کشور دفاع کنه، انتخابات دموکراتیک باشه مثل 2014 اوکراین، خب انتخابات دموکراتیک بود دیگه. بعد میام یه کودتای مخملی میکنی به اسم کودتای میدان، اون کسایی که برنده شدن و مخالف ما رو کله میکنی، بعد میگی مردم اومدن انقلاب کردن، ما کاری نکردیم. نه، مردم انقلاب نکردن تو اوکراین. صداتون قطع شد. الو، قطع شد. چرا قطع شد؟ خانم اتوارم پرویزم تو پای چیز نیست دیگه مانی بس بر میاد این کشورهایی که انتخابات دموکراتیک غربی میگن داشته باشین که ما بدونیم ارتش و قدرت و سخت کشور در کار نیست، هر موقع بخوایم بیام کودتا کنیم، هر موقع کودتای سخت و نرم. خب آمریکا از جنگ جهانی دوم تا حالا که اومد نوید دموکراسی، آزادی، برابری به دنیا داد، 80 تا کودتا کرده. از اندونزی تا شیلی تا ایران تا گواتمالا تا بولیوی، همین چند وقت پیش کشورهای آمریکای جنوبی مرتبا اینا کودتا. از سال 90
این بعد از فروپاشی شوروی جنگای 30 ساله را انداخته، عراق، یوگسلاوی، عراق سال اول دوم، افغانستان، لیبی، سوریه، سودان و جنگای 30 ساله هم مالی. انداخته. الان هم بله. که و شما اوکراین نگاه میکنید میان جنرال قاسم سلیمانی شهید ما رو شهید میکنن، باز اینکه 8 تریلیون دلارشون رو دود کرده، هر چی کاشتن هر چی باختن اون رو بین برده. ناراحتشون اینه، اینا ناراحتی شخصی با کسی ندارن، هر کی منافعشون رو بیاد در خطر بندازه. حالا چی؟ خودتون که به دروغ به دنیا گفتین که تمام این برنامه داعش و ما اونجا هستیم در سوریه با داعش چیز کنیم. وقتی خود روسا، سوریا، ایرانیا دارن در سوریه میونن که شما فقط داعش رو دارین زنده نگه میدارین، بهشون کمک میکنین، بهشون غذا میرسونین، تمام غذایی که از طریق ترکیه میاد برای مردم سوریه میره به مناطقی که دست داعش و القاعده است، به مردم سوریه کمک نمیرسه که. همین مردم سوریه که تحریمن، تحریمای قیصر، تحریمای هر مدل تحریم که تو این دنیا باشه، حتی به عربستان، به امارات، به قطر، به تمام اینا آمریکا اخطار کرده هیچ کمکی شما به سوریه نکنید. خب این چرا کمکی به سوریه نکنن؟ برای اینکه مردم سوریه باید گشنه بمونن یا اینکه مطیع آمریکا باشن؟ مردم سوریه که مخالف اسد هم بودن الان همه موافق اسدن، چون فهمیدن چه اخاب خرگوشی بلند شدن. اینه که مشکل اینا اینه، نه مشکل اینا برای آزادی کسی نیست، اینا برای آز کسی هیچ آزادی نیست. بابا این چیز به قول معروف تو خودشم آمریکا آزادی نداره. این آقای رندپول سناتور کنتاکی، ایالت کنتاکی در شهر بولینگ، به یک این پسر رانپوله که خودش هم یه نماینده مجلس بود، اینا لیبرتریان هست، مخالف دخالت نظامی آمریکا در همه دنیا نه این و خیلی آدم های انسان دوست سرتوسی هست. یه چیز دیگه هست، این آدم به صدا مخالف فایزر و این داروسازا با فایزر و اینا بیده کرده بود، فاوچی، به دلیل اینکه دیشب یا پریشب دفتر کارش آتیش دادن و نسبت به این مسئله یعنی اخطار دادن بهش که دخالت نکنه. در صورت سناتور رندپول در بیانیه گفته بود که از نیروهای اولیه برای خاموش کردن آتش آتشنشان ها تشکر کرد و بردامش این بوده که ما نکته قابل توجه که توجه افکار عمومی رو در باب آتش‌سوزی جلب کند، تنها درست پیش از وقوع این آتش‌سوزی مجادلات بین سناتور رندپال و دکتر آنتونی فاوچی رئیس سابق مؤسسه آلرژی و بیماری های عفونی در آمریکا بالا گرفت. دو طرف تعبیر تندی علیه هم به کار بردن و در صورت این معتقده که رندپال که این پدیده به اصطلاح اون کووید 19 و اینها چیز است و غیر عادی است. الان آقای فاوچی رو که بازنشسته است به اصطلاح مثل یک رئیس جمهور از مزایای امنیتی برخوردار، با لیموزینی که میبره میارنش و یکی از سرکرده های مافیای دارو و همسالان در آمریکاست و این در صورت آمریکا چیز خودش رو با این مسائل نشون میده در درون خودش که اونجا هم حتی اگر سناتور باشه انتقاد بکنه یا مسئله رو ترک کنی که از چارچوب نظام اون باقول مرد دولت پنهان بسیار منافعش به خطر بندازه، منافع مافیای دارو، منافع نفتی ها، منافع
اصل فروش ها، منافع بانک ها، آنگاه بیمه ها. بیمه، اینا یعنی مجموعه است که برای کشور حکومت میکنن و تمام پتانسیل این کشور رو در جهت اهداف جهانی خودشون به اصطلاح به کار گرفتن. این وضعیتی است که در آمریکا ما گرفتارش هستیم و به قول معروف به اصطلاح چیز میکنن. اما یه موضوع مهم میرم پاسم بعد صحبت شما بگم، یعنی که منم اون سفر کسینجر رو که گفتی خواهد برای من تعجبش 100 سالشه، ولی یک چیز رو روشن میکنم و اون کسینجر مثل مثلا رال پولیتیکه در مورد جنگ اوکراین هم اگر یاد داشته باشین واقع بینانه برخورد کرد که آقا اون قسمت هایی که روسیه گرفته الان میگه اون 4 قسمت رو بدین آره. بدتر نشه اوضاع، چون روسیه هیچ موقع اونا رو پس نمیده، چون نظرش هم داره تو درست در اومده دیگه. بعدش هم اینا از خواستن با زبان نظامی و تهدید و چیزا با چین صحبت کنن، همه شو پاسخ دندان شکن دریافت کردن. رئیس خزانه داریش رفت، رئیس چیز نظامیش رفت و اینه که فرستادن اینه که با واقعی بینانه باید برخورد کنن، چون بعد از سفر کیسینجر به چین است که باز میبینیم که اون ترسور چین دوباره برجسته میشه که در رابطه با اوکراین. و صدات نمیاد. سالگرد، خواستم فقط بگم سالگرد مهسا امینی و برنامه ریزی های گسترده ناتو، سیا، ام آی سیکس، موساد برای ایجاد آشوب در کشور است. بله. ببینید من از اول، من چندین بار راجع به حجاب اجباری گفتم که به حجاب اجباری اعتقاد ندارم، ولی ما یک کشور اسلامی هستیم 44 سال اقلا قبلش هم، حتی موقعی که رضاخان اومد کشف حجاب کرد 70% مردم ایران هم حجاب داشتن، در شهرهای بزرگ 70%، در شهرهای کوچیک و شهرستان 90%. و این سالگرد مهسا که داره میاد براش برنامه ریزی شدید کردن. الان مثلا رئیس اقلیم کردستان عراق رفته باکو با اونا صحبت میکنه، چون موساد پشت جفت ایناست. آمریکا هم که گفته من سامانه های دفاع ضد موشکی و اینا به کردستان عراق میخوام بدیم. اولا اون نفتی که این کردستان میفروشه از طریق بندر جیهان، خب اینا میخوان 2 میلیارد دلارش رو اونطوری ازش نفت کنن، اسلحه رو بهشون بدن، میگن 2 میلیارد اسلحه سازه فلان لازم دارن. اگه این دفاع موشکی ضد هوایی ارزشی داشت، چرا آمریکا وقتی ایران به عین الاسد حمله کرد چرا از اونا استفاده نکرد؟ پس موشکی که با چندین هزار کیلومتر در ساعت مثلا میاد، فکر نمی کنم دفاع ضد موشکی بتونه کاری انجام بده. اونا برای هواپیما خوشحال خوب باشه. بعد الان رفت اومدن و شدیدن در شمال غرب کشور میخوان راه چیز بکنن. عبدالحمید هم در زاهدان و اینا هر روز شلوغ میکنن، چند تا مرزبان ایرانی کشته میشن، چند تا نیروهای امنیتی هر روز دارن شهید میشن در این منطقه، در سراوان و اینا. بله. چون که ایشان غیر مستقیم و مستقیم و همون جیش الظلم و جیش العدل هرچی اسم اینا در تماس هم شل و سفت میکنن، هر موقع منافع خودشونه به اونا میگن شل کنین، هر موقع منافع خودشونه سفت کن. ایشون که اصلا میگفت زنا حقوقی ندارن، الان حقوق زنا براش مهم شده، حقوق اقلیت ها براش مهم شده، فقط و فقط برای اینکه اومدن زیر پوستش و دارن حمایتش میکنن. حتی من دیدم شیرین عبادی روش صحبت میکرد که آره باید حمایت کنین از عبدالحمید، و وقتی ایران دولت جمعه ها اینترنت رو قطع میکنه بهش اینترنت برسونین که این اخبارش رو به همه دنیا برسونه. حالا اینا شدن طرفدار عبدالحمید. من
تمام اینا که این برنامه رو دارن باد میزنن فقط به فکر نابودی ایران هم. هیچ کدومشون به فکر حفظ ایران نیستن. این نظام با تمام مشکلاتش الان جایگزینی نداره. هر جایگزینی جای این نظام بیاد چون ملی نیست. چون اینا مثلا در خارج بودن، در آمریکا بودن، در اروپا بودن، حالا بده کردستان رو بره بره، آذربایجان رو بده بره، بلوچستان رو بده بره، فقط یه جایش که خودشون حکومت کنن، اونم برگردن به دوران پهلوی، 50,000 مستشار بیارن، حقوق کارگر تو ایران بوده مای 300 تا تومانی، 270 تا تومانی، مای 30,000 تومان مثلا به یه نفر که از آمریکا میواده اینجا هفته 200 دلار نمیگرفته به اون بدن که اونا بهشون بگه چیکار بکن. فقط ناراحتیشون اینه چون اینا ملی نیستن. و تمام اینا هر کی میخواد باشه در این خط آشوب فروپاشی ایران از در ابه میره هی اینو الغا کنه، چه خواسته چه نخواسته که من دیگه الان فکر کنم خواسته است، اینا یک مش خائنه ستون پنجمی داخل ایران هم که دارن یا مجانی یا پولی برای آمریکا کار میکنن، نمیخوان این کت خداشون از بین بره. اینا بدون کت خدا نمیتونن زندگی کنن. عین سیاهایی که تو آمریکا آزادش کردن نمیدونن کوچیکا بکنن. این ازشون اشعاری دارن که میگن دیگی که برای من نجوشه کله سگ درش بجوشه. و از همین زاویه هم به همه قضایا نگاه میکنن، منافع حزبی، منافع شخصی، منافع گروهیشون ارجحیت داره. و از همین زاویه هم به مسائل جهان نگاه میکنن. خب همه الان در اوکراین نگاه بکنیم، ارتش لهستان قصد داره غرب اوکراین رو تصرف بکنه. مال خودشون بوده، جنگ جهانی اول نقشاش هست. پوتین هم هشدار داده ناتو جنگی در اوکراین رو به روسیه باخته و اکنون در صدد گسترش جنگ و کشاندن اون به لهستان و رومانیه و خودش در به آتش افروزی در خلیج فارسه. در گذشته روز گذشته پوتین در نشست عالی شورای امنیت ملی گفته میخواهد باید نظامی لهستان و لیتوانی را وارد اوکراین کنند. این نیروها اکنون به عنوان کمک به ارتش اوکراین وارد کشور میشه، اما قصدشون اینه که در صورت خطی شدن شکست آن بخش از نیروهای از اوکراین را تصرف کنن که در لهستان، در این صورت به موجود کشوری به نام اوکراین خاتمه میدن. لهستان مایل بخشی از جمهوری بلاروس را هم اشغال کنه. اگر واحدهای لهستانی وارد شهر لویو در مرز مشترک اوکراین و لهستان وارد شوند، با ورود یا وارد سایر مناطق اوکراین شوند، در آنجا برای همیشه میمانند. در حالی که سرزمینای غربی استان کنونی هدیه استالین به لهستانی ها، یعنی همونجور که تکلیف چیز نقشه به صورت اینجوری برای لهستان برای اوکراین کشیدن، نقشه هم برای ایران. یعنی وقتی که به صورت تأکید میکنن بلوچستان آزاد، کردستان آزاد، آذربایجان یک پارچه به اصطلاح با شما، نه یعنی جدا شده از ایران، بله، مستعمره آمریکا، مستعمره اسرائیل، اینا شما از 150 پایگاه آمریکایی در ژاپن صحبت کردید. در دوران کرونا هیچ ژاپنی نمیتونست مسافرت کنه، خارج بشه از ژاپن یا وارد بشه. مقطعایی بود که این بود. من فامیل دارم در ژاپن، خانواده ژاپنی دارن. تنها کسایی که میتونستن در به ژاپن وارد بشن و خارج بشن سربازان آمریکایی بودن، پرسنل نیروهای نظامی آمریکایی بودن، با فقط با کار شناسایی ارتش آمریکا. خود ژاپنی نمیتونه کشورش خارج شه، وارد بشه. اینا هر موقع دلشون خواست وارد میشدن، خارج میشدن. خب این یه عده این دوستان تو ایران، دوستان که چه از کنم، دشمنان تو ایران در لباس میش که گرک هستن، اینو برای ما میخوان که ما بیام یه کشوری داشته باشیم. این کت خدای اینا
که همیشه میگفت کت خدا باید راضی باشه، فقط میخوان که خودشون بتونن تو ایران حرف اول بزنن. ایران مهمترین کشور منطقه و هیچ کشوری بدون داشتن ایران ابرقدرت نمیمونه، حتی آمریکا. کیسینجر اینو خوب فهمید، اومد با شاه چیکار کرد؟ کرد ژاندارم خلیج فارس. با اعراب خوب بود ولی محور اصلیش ایران بود. وقتی ایران از دست دادن 44 سال آمریکا داره همه جور توطئه میکنه که این هژمونیش به خلیج فارس بمونه. خب هژمونی رو خودتون هم بین بردین، خودتون اومدین از عربستان نفت نخریدین، گفتین احتیاج نداریم ما خودمون نفت تولید میکنیم. اون موقع که وابسته بودیم به نفت دریای خلیج فارس شما حمایت میکردین، عقل اینا نرسید. یه سری تو آمریکا اومدن گفتن تمام نفت خلیج فارس رو ما بخریم، شرکت آمریکایی بیارن و چیکار کنن؟ تصفیه کنن، بنزین بکنن، دیزل بکنن، مواد پتروشیمی کنن، هر کی میخواد بهش بفروشن مثل چین و اینا، بازم اون سود بیاریم. اون کارم نخواستیم بکنیم، فقط خواستیم هر کی اونجا کاری میکنه این به دلار به فروش بره، دلار بدون پشوانه که کلاهبرداری کردن دنیا 70% طلای دنیا رو گرفتیم، همیشه به این به فروش بره، شما سودتون رو ببرید، بدون هیچ کاری بکنید. مثلا همه کت خدا، کت خدا چیکار میکنه؟ هر کی هر چی تو هر مزرعش میکاره یه سودی ازش میگیره. خب اینایی هم تو ایرانن ادعای سواد میکنن، 4 تا کتاب خوندن، یه دکترم به بندشون بستن، میخوان ما تا ابد مستمره باشیم. و خوشحالی من اینه اونایی که در واقع کشور اداره میکنن مثل این افراد فکر نمیکنن. بنده موافق دموکراسی یک آدم یک رأی نیستم، چون تمام اینا خریداری میشه. هیچ رأیی در غرب، در آمریکا، در اروپا، در کانادا رأی یک نفر نیست. اونایی که 5 شرکت آمریکایی هستن که 97% 95% تمام خبرگزاری های آمریکا مال ایناست. خب اینا چی القا میکنن؟ بیا به این رأی بده یا بیا به این رأی بده. این سیستم دموکراتیک غربی برای ما کار نمیکنه. و هر موقع در ایران این باستانگرایی اومد که مذهبیون رو بذاریم کنار، ملیون فقط باید کار کنن، ما مذهب و ملیمون تو با همه. اونایی که رفتن تو سوریه جنگیدن، تو عراق جنگیدن، از مرزهای ایران 8 سال دفاع کردن در مقابل 80 کشور که به عراق اسلحه فروختن، اینا ملی بودن ولی مذهبی هم بودن. و اگر ما میخوایم 30 تیر 1331 به 28 مرداد تا تبدیل نشه، باید از همین گروه ها حمایت کنیم. وگرنه مصدقم تا موقعی که با مذهبی ها بود پیروز بود. وقتی اختلاف بینشون افتاد 28 مرداد پیشون، ما میخوایم اینا نشه. وقتی 28 مرداد شد زدن تو سرشون، استقلال اومد بین رفت. حالا مملکت رو نابود کنیم بعد بگی بزنید تو سرتون، استقلال اومد بین رفت. نباید هیچ ایرانی وطن پرستی بذاره این اتفاق بیفته. اینا دروغه، اینا نه آزادی برای کسی میارن. آقای خاتمی تو یه معممی، تو یه آخوندی، اولین چیزی که به تو گفتن چی بوده؟ حجاب. میای میگی حجاب و اگر اینا اجباری کنن و گشت ارشاد بیارن دارن خودفروپاشی میکنن. آقا شما تو اون اعلامیت بنویس خواهران شما میخواد رعایت کنی، چرا نمیگی اونا؟ چون شما میخواد بگی منم غربی ام و منم دموکراتیک ام. آقای دموکراتیک تو که امیر انتظام رو نابود کردی، شانس آورد اعدام نشد بیچاره. اعلامیات هست روزنامه جمهوری اسلامی، این مردی که خائنه این باید اعدام بشه. خب چی شد حالا یه دفعه دموکرات میشه؟ همه اینا که سفارت آمریکا همه دموکرات کروات زده، ما اصلا خیلی آمریکاییم، غربی هستیم و خیلی اصول انسان دوستی رو دوست داریم، آزادی باشه برای همه. خودتون نذاشتین آزادی باشه، خودتون ما رو درگیر آمریکا کردیم با گرفتن سفارت آمریکا. کیا بودن؟ همینا بودن دیگه، همین اصلاح طلبا بودن. حالا نشستن عقب، هنوز خودشونو محق میدونن. نه آقا جون، شما بذارین این کشور از بین نره، بذارین این کشور تمامیت ارضی ما بمونه،
ما مشکلات زیاد داریم، ولی فعلا این حکومت با تمام معایبش که هزاران عیبه جایگزین نداره، چون نه یک گروه منسجم ملی در کاری که بتونه کشور اداره کنه. و مشکلات ما همین الان در داخل ایران، همین آقایون قلبگران که نمیذارن از طریق روزنامه هاشون، از طریق اتاق بازرگانی نمیذارن کشور اقتصادش جلو بره، همش میخوان خودشون تاراج کنن بفرستن آمریکا، بفرستن پیش ارباباشون که خدا پول لازم داره، نمیذارن مردم ایران جلو برن. خدای ریشه هر کی بر علیه ملت ایران کار میکنه نابود کن. من دیگه نمیدونم چی بگم. مثلا من یه چیزی اتفاق افتاد تو برلین که هفته گذشته خیلی بامزه است، اون هم که یه مرتبه رادیو اعلام کرد برلین که یک شیری از قفس در رفته و تو منطقه جنوب برلین تو کلاین ماخونو به سمندقه شهست جنگلی هست، این شیر مشاهده شده و اخطار پشت اخطار این دقیقه اخطار میداد که به صدا مواظب باشین، فلان باشین، با بچه ها بیرون نرین، با حیوانات خانگی بیرون نرین، به امثال هم یک مرتبه یک هفته ذهن جامعه رو گرفت و از طریق اون تمام آلوان بسیار کنجکاوی و عجیب ذهنش تفریه. و در مطبوعات آمریکایی و انگلیسی بخصوص انگلیسی کاملا مصرف چیز شد. خلاصه شیر بعد از یه هفته مثل زلنسکی قهرمان شیر بود تبدیل شد به گراز، گفتن گرازه یعنی خوک وحشیه. در صورت توی این فاصله بلافاصله گفتن از کجا فرار کرده، گفتن آخ باخوش که نمیتونه فرار بکنه، در چیزهای مختلف گفتن خونه عربای مسلمون که بزرگ خونه دارن شیر از بچگی بردن تربیت، یعنی تو خونه شیر خونگی چیز کرده، شیر ماده هست بسید. بعد حالاسه برای که ذهن مردم رو از جنگ اوکراین به دور کنن، در اون همون دوره که حضرت حمله اوکراین کاملا به اصطلاح شکست خورده بود، در شرایطی که ناتو تمام چی داشت به اصطلاح به بنبست رسیده و ناتوانیش برقرار شده، بخصوص مطبوعات انگلیسی اومدن گفتن تروریست های عرب این بار باش شیر به اصطلاح قصد حمله به اروپا را دارن. این هم بحث کردم به اسلام و عرب و اینجوری ها، یعنی این هم دوچار جنوب شدن به اعتقاد من، اصلا از روی تادر خارج شدن و مردم به وحشت اندازن، مردم هم فرام کنن. در صورت این بازی خرم همه چی اتفاق میفته درش و به مرتبه شیر زلنسکی تبدیل میشه که به کفتار، عقاب تبدیل میشه به خرگوش، همه این چیزها رو دارن تو تبلیغاتشون. و به همین دلیل هم هر کدوم مطبوعات خرم دیگه فاسد هستن، یعنی دزد میکنن قهرمان، قهرمان میکنن دزد. و تبلیغات پروپاگاندا چی گفتن اینا کارشون آمریکا، وقتی اومد آمریکا شد نیروی نظامی بله، ولی هالیوود بود، این هالیوود بود که هر روز به دنیا القا میکرد جاده ها رو ببینین چه جاده هایی، پل هایی، ساختمون هایی، هی اینا رو عکس میگرفتن تو فیلم ها میذاشتن، بعد زیر این ساختمون ها نشون دادن که چند نفر چادر زدن از گشنگی دارن میمیرن، نون ندارن بخورن. بعد من رفتم کالیفرنیا تو هفته پیش وحشت کردم، اصلا چه وضعیه، 50,000 چادر تو خیابونا از لس آنجلس تا اورنج کانتی 50,000 چادر،
در کثافت خودشون میلولن. بعد اینا میگن میان میگن که ایران عدالت اجتماعی انجام نمیده. من نمیگم عدالت اجتماعی تو ایران. شما یه چیز دیگه من به شما میگم. ما یه کشوری داریم به نام آمریکا، 25 تریلیون دلار تولید ناخالص ملیشه. 4 برابر جمعیت ایرانه. 330 میلیون جمعیت داره. ایران تولید ناخالص ملیش 300 میلیارد دلاره. 300 میلیارد دلار یعنی یک سوم یه دونه از اون، کمتر یه سوم یه دونه اون تریلیون ها. 25 تریلیون دلار داره، 4 تریلیون دلار آمریکا در سال خرج پزشکی میکنه. نسبت کسایی که در آمریکا فوت میکنن از امراض مختلف از ایران بیشتره. پس عدالت اجتماعی تو آمریکا انجام نمیشه دیگه. 40% 43% بیمه ندارن، هیچ پوشش بیمه ندارن. همین امروز 40 میلیون هم اگه کمک غذایی بهشون نرسه که 160 دلار در ماه به هر کی کمک غذایی میدن که یه هفته هم نمیرسه اون آدم نمیتونه غذا بخوره اصلا، انقدر غذا گرون شده که اینا رو آروم نگردن. خب این چه ابرقدرتیه؟ اینا تعادل اقتصادیشون بهتر از ایرانه. شما بیا به ایران به نسبت یک چهارم جمعیتش، 25 تریلیون آمریکا 6 تریلیون در سال به ایران جی دی پی بده، نمیذارن جی دی پی ما بره بالا. تمام برجام چی بود؟ سرمایه گذاری خارجی سال 300 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار. خب اینا برای ما جی دی پی درست میکرد، اینا تولید ناخالص ملی ما رو میورد بالا، اینا صادرات نفت ما رو میرسید به 7 میلیون بشکه در روز. خب اینا نمیذارن اینطوری کشور رو عقب نگه میدارن. کشور خودشون هم که چی؟ یه سری میخورن، یه سری هم هیچی نداره. بعد اینا میگن ایران عدالت اجتماعی نیست. من نمیگم عدالت اجتماعی، اصلا عدالت اجتماعی نیست تو ایران. یه مش دوز سرگردنه هم هستن میخورن، بیشترش هم این قربگران که نمیذارن فولاد این برن صادر میکنن، فولاد نمیاد اینا کردن. ولی کلش 300 میلیارد دلاره، کل تولید ناخالص ملی ایران 300 میلیارد دلاره. آمریکا 25 تریلیون، این همه مشکلات داریم چون که اصلا عدالت انجام نمیشه. اینا اصلا بر عدالت محور نیستن، میگن اینجا سرمایه داریه، هر کی میتونه بزنه بره جلو. البته ایران هم مشکلات خودش داره. ما جامعه ما به قول معروف یه بخشش سنتی کامل یا دین سالاره، یا بهتر بگم به اصطلاح بر حول دین، مناسک دینی، شعائر دینی و امثال اینا بسیج میشن و یه سری هم هستن به قول معروف خودشون میگن مدرنیزم. اگر تفاوت مدرنیزم و مدرنیته رو بفهمیم، مدرنیزم دوران پهلوی از بالا تزریق میشد و ظواهر مدرنیته را چیز داشته، یعنی مدرنیزم نیست بود، مدرنیته نبود. مشویان مدرنیزم مثل کمالیزم، مثل پهلویزم، مثل جای مختلف خاورمیانه اتفاق افتاده، یعنی یک ظواهر غرب سر روش کرده، یعنی تفکر انتقادی در مدرنیسم عصر پهلوی اصلا وجود نداره. یعنی ملت به اصطلاح مدرنیسم این بخش تفکر انتقادیش ملت سازه، اون عقل به قول من سازندش هم دولت سازه. یعنی این توی مرحله ما گیر کردیم و الان درگیریه بین اون بخش مذهبی و اون چیز شبه مدرن توی جامعه وجود اومده دیگه. یه واقعیتی هست که بشکا را مختلف چیز میکنن. ده این 30 سال هم که بخصوص ده 40 سال مشکلات جامعه تو بعد انسانی حل نشده. به عنوان مثال یک حالا میگن 5 میلیون، 6 میلیون، 4 میلیون، نمیدونم آمارای گوناگون میدن ایرانی خارج کشور به چه دلایل اومدن، دلایل سیاسی داره، دلایل اقتصادی داره. یعنی تو این مدت
هیچ سیاست مدون پیگیری، یعنی استراتژی برای جذب این نیرو نشد. لبنان وزیر امور خارجیان لبنان داره. بله، وقتی که مهاجر زیاد است لبنان، خیلی از اینا لبنانی هم تو آمریکا هستن، تو آمریکای لاتین بخود زیاد هستن، نه نفوذ دارن تو آمریکای لاتین. تو و سیاست مندز مثلا چیز بود دیگه، وزیر چی میگم رئیس جمهور آرژانتین بود، سیاست روشنی ندارن. کارلوس مندز یا در مورد الان همین با حجاب بی حجاب کم حجاب مشکل است، ولی هنوز نمیتونه قانونی تدوین کنم، پلیسی میفرستن به روال گذشته کار بکنن. تو مجلس هستی، قانون گذار هستی، این موزل بحران این مشکلات جامعه است، با قاطعیت در اسرع وقت قانونی لازم است تصویب بکن. یا در مورد همه مسئله دیگه، مسئله بحران اقتصادی، نگاه میکنیم اقتصاددان میگه به خاطر مسئله بنزین، خب یکی از مسئله بنزین، آخه این نزدیک به 2 میلیارد یا حدودا بیشتر قاچاق میشه، خب با مردم قاچاق 10 میلیارد دلار اصلا قاچاق میشه. خب قانون بگذار که آقا این بنزین رو بکنید لیتری به صورت 30 دلار، 30,000 تومان میگن تورم که ماشین رو به سوبسید چی بدیم، و میگه تورم میشه. مگر چیزای دیگه اگر سوخت شما پایین نگه داشتین که الان میلیاردها دلار قاچاق میشه تورم نشده، و پس یه اشکالی داره. یعنی این تنها عامل تورم نیست، چیزای دیگه هست، مسئله مالیات ها، اینا رو هنوز تدوین نمی کنن، مسئله خونه ها، خونه های خالی، مسئله تمام این مرسلات اقتصادی است که به وجود میاد در بستر همچون مشکلات و زخمایی است که جنبش های اجتماعی شکل میگیره، حرکت های اعتراضی شکل میگیره. با آمریکا هم با ایادی داخلیش روی همینا سوار میشن، موج ایجاد میکنن. یعنی اینجا طوری نشه که ما فکر کنم این معضلات و مشکلات رو. من چند سال پیش رو مسئله بنزین مطالب زیادی گفتم، اینکه به اصطلاح یک ایرانی 10 برابر یک هندی مصرفشه، برای که ارزونه. الان این پدیده تو طوری بود که دیگه قد ارزون بود، واقعا قاچاق میشد که معضل بنزین به وجود اومد در مملکت، و به اصطلاح واردات بنزین که خوشبختانه این چیز رو خلیج فارس رو، پالایشگاه خلیج فارس رو نگینه ستاره خلیج فارس رو درست کردن، که ولی این وضعیت که وجود داشته باشه 10 تا پالایشگاه دیگه هم درست بکنی تا این مسئله بنزین حل نکنی، خب این همه سوخ بر و میرن اونجا و این همه کشتی میشه، فران میشه، الان بلوچستان میرن طرف، بعد اثر خلیج و اقتصادی است برای قاچاقچی که کشتی ها را لنج بار کنن بفرستن کشور عربی، برای که اونجا گرونتره. این مسئله باید برای یک بار به ریشه حلش کنیم. یعنی جامعه احتیاج به جراحی داره، یعنی اگر از مرحله بیماری، چون بیماری رو اگر تو مرحله اولش تشخیص بدی با دارو درمانی و چیزا، مرحله دوم با چی، مرحله سوم چهارم دیگه به جراحی میکشه، تنها راه نجات بیمار جراحی. من فکر میکنم باید در رابطه با یه سری مسائل اقتصادی و فرهنگی چیز بکنه. خب وقتی که جامعه اینقدر چیز است،
که یه روسری برداشتن انسان قهرمان میکنه، اینقدر بس ارزان روسری برداشتن قهرمان میشه. هی هر روز بزنن توی بابا جلوی قهرمان من سازی، ویزا میدم میام آمریکا. جلوی قهرمان سازی ارزان رو بگیری، میگه دیگه حساسیت کاهش بدی. این درسته این طرفدارای نظام بعضیشون خلاصه حساس هم روی مسئله، ولی باید حساسیت رو کاهش بدیم، به شرایط معقول تن بدیم. یعنی به اصطلاح نگرانی هاش خودشون بیان میکنم، میگم با برنگی و فلان و فلان و فلان. اگر به مرحله برنگی ایستاد جلوش قاطعانه بیستیم، ولی اگر یک کسی روسری فرام شد این بلوار را نندازه دیگه، این به ضرر خودش. من شما عملا در نظر بگیرید سالی میلیاردها دلار، یعنی تمام توریست ها که میرن اونجا و کشور خودمون داره خیلی هاشون میره، خیلی پول ها میره از ایران. به خاطر چی هست؟ توریست های روسیه، توریست های فران. اگر این از ترکیه بگیری واقعا برشکسته. خب این شرایط برای الان با خصوص که ترکیه رابطش با روسیه هم شکراب شده، بهترین فرصته که ما توریست های رو جذب بکنیم، از آسیا میانه تمامشون بیان اینجا. شرایط آب و هوایش از در چین و روسیه، بله. خود وزارت خارجهشون یه تورای جهانگردی و کلاس های جهانگردی گذاشته واسه اپراتورهای تورها، بله. که به ایران تور ببرن. خود دولت هاشون داره این کار بله. میکنه. در ایران باید چیکار کنن؟ هتل های خوب، جاهای مناسب، اینا بیان تو ایران. بعد بره یه توالت فرنگی نشه شد تو هتل. بله. اینا دیگه یه فاجعه است دیگه. ولی خب مشکلات زیاده. ما بله. که نمیگیم مشکلات بله. ما میگیم بله. من خودم میگم، شاید من اشتباه میکنم، الان این حکومت جایگزینی نداره. اگر این حکومت جایگزین بشه الان، کشور تیکه تیکه میشه. بله. یعنی کشوری به نام با این جغرافیا نخواهد. یعنی وقتی که و مهمترین چیز برای من اینه فعلا، وقتی که اپوزیسیونش این روزی هست که خارج کشورش اینه که به قول من دو جلسه نتونستم با هم چیز بکنم، به جون هم افتادن، با هم رو هم دیگه اسلحه کشیدن در کردستان، در یه حزب رو هم اسلحه کشیدن. این همین وضعیت به قول من اختلافات وحشتناک اپوزیسیون منتقل میشه فردا تو جامعه در قدرت. اون موقع دیگه اینجا هر کدومشون هم اسلحه دارن، هر کدومشون کورس جدایی طلبی و چیزا رو خواهند داشت. در صورت خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. یه توضیح کوچیک بدم قبل که از شما خواست. ببینید، اوباما درست روز همون دوربره برجام بود که امضا شد، اماراتی اومدن و میخواستن مثلا امارات و عربستان هم یه خود آروم بکنه، گفت که این برنامه سه جزیره تا ابد ایرانی رو شما بیارین دادگاه لاهه و شورای امنیت. چینیا تقریبا همینو گفتن، روسا همینو گفتن، اتحادیه اروپا همینو گفت، ترکیه در بیانیه همینو گفت. خب چرا امارات نمیاره دادگاه لاهه و شورای امنیت؟ چون میدونه اصلا حقی نداره. موقعی که این جزایر ایرانی رو انگلیس بعد چندین سال 80 سال به ایران پس داد، اصلا اماراتی وجود نداشته. بله. اور به ایران پس داد. پس ببینیم این بیانیه ها انقدر بی ارزشه که همه به امارات گفتن بیاد راهه، بیاره شورای امنیت، نمیاره. پس زیاد وحشت نکنیم از این بیانیه ها. من نمیگم چین و روسیه حق دارن این بیانیه ها رو بدن. نه. یا اوباما یا اتحادیه اروپا. نه. ولی میخوام بهتون بگم انقدر این بیانیه آبکیه که جوهری که به اون کاغذ نوشته شده ارزش نداره. یعنی بلبایی برای چه؟ در صورت دوستان از خیلی ممنون از حضورتون، خیلی خوشحالیم که در صورت دوها هستن و شبتون خوش. آقای سلیمانی متشکر و شبتون خوش.
پیروز و سربلند باشید و دست دنیا به کامون، دنیا داره به کامون میره البته. انشاءالله. خدا پاییز خداحافظ. خدا شکر.